سلام دوستان عزیز من رضا صادقی هستم و شما در حال گوش دادن به دومین اپیزود از سری فایل های آموزشی سادکست هستید سادکست یا پادکست های رضا ساد فایل هایی هستند که شما با گوش دادن به اونها میتونید علم خودتون رو بالا ببرید و چیز یاد بگیرید برای دسترسی به تمامی اپیزود های سادکست فقط کافیه به وبسایت من به نشونی مراجعه بکنید یا توی کانال تلگرامی من به نشونی رضا عضو بشید همچنین تمام اپیزودهای سادکست در محبوب ترین سرویس هاستینگ پادکست دنیا یعنی ساوندکلاود آپلود خواهد شد و علاوه بر اون در سرویس هاستینگ پادکست ایرانی شنوتو هم میتونید به پادکست های من گوش کنید اگر مایل هستید اولین نفری باشید که از انتشار قسمت های جدید سادکست مطلع میشه فقط و فقط کافیه اکانت اینستاگرام من رو فالو کنید که حتما میدونید نشونیش ات رزاسات هست همچنین کلی ترفند و نکته و داستان آموزشی بسیار بسیار زیبا رو هم میتونید اونجا مطالعه بکنید در اپیزود قبلی سادکست با هم در مورد این صحبت کردیم که سادکست چی هست چرا به وجود اومده و چه کسانی در ساختنش دخیل بودن امروز و توی این اپیزود در مورد اولین بحث آموزشیمون با هم صحبت میکنیم و اما موضوع امروز امروز میخوایم در مورد این صحبت بکنیم که چگونه عکاسی رو شروع بکنیم همیشه توی ورکشاپ های خودم توی کلاس های خودم در اکانت اینستاگرام خودم تلگرامم و حتی حضوری یا تلفنی دوستانی هستن که این سوال رو از من میپرسن که چجوری عکاسی رو شروع بکنن کسی که علاقه داره به عکاسی میخواد وارد این حرفه بشه حالا به صورت سرگرمی به صورت علاقه یا حتی کسب درآمد اما نمیدونه که باید از کجا شروع بکنه چجوری شروع بکنه و یا حتی اصلا چیکار باید بکنه ما امروز میخوایم دقیقا در مورد این موضوع صحبت بکنیم و بعد از این پادکست شما یک دید کلی پیدا خواهید کرد که عکاسی خودتون رو از کجا شروع بکنید و چی کار بکنید البته من بعد این نکته رو بگم به دلیل طولانی بودن بحث امروزمون و اینکه من نمیخوام زمان پادکست زیاد بشه و باعث سر رفتن حوصله شما بشه من موضوع امروز رو در دو قسمت بحث خواهم کرد که خب شما الان دارید قسمت اولش رو گوش میکنید اپیزود دو سادکست و قسمت دوم بحث چگونه عکاسی رو شروع بکنیم در سادکست بعدی یعنی اپیزود سوم سادکست بحث خواهد شد بسیار خوب مستقیم میریم سراغ نکاتی که برای این قسمت میخوایم در موردش با هم صحبت بکنیم نکته اول این هست که برای یادگیری باید هزینه بکنیم یادگیری هر چیزی برای حرفی شدن توی اون موضوع یکی از بدیهی ترین نکات هست خیلی ها خیلی از دوستان من حتی به اشتباه اینطوری فکر میکنن که واسه یه تبدیل شدن به یک عکاس حرفه ای به یک فیلمبردار حرفه ای به یک کارگردان حرفه ای تنها کاری که لازم انجام بدن اینه که یه دوربین بخرن و شروع کنم به عکاسی من یه مثالی همیشه میزنم توی ورکشاپ های خودم این کار دقیقا مثل این که شما یک هواپیما بخرید و سعی کنید با سعی و خطا تبدیل بشید به یک خلبان زبده به مقدار خب وقتی ما فکر میکنیم به این موضوع میبینیم که غیر منطقی هست و تقریبا محاله اینکه یک نفر با خرید هواپیما و سعی و خطا بتونه تبدیل بشه به یک خلبان زبده من میخوام این مثال رو به عکاسی هم تعمیم بدم و بگم حالا نه در اون حد مثل هواپیما و خلبان بلکه تا حدودی اکاسی هم دقیقا مثل این موضوع در موردش صدق میکنه یک نکته مهم این که منظور من از هزینه کردن صرفا هزینه مادی نیست شما در کل دو راه برای آموزش دیدن اکاسی دارین راه اول که راه اقتصادی تری هم هست اینه که شما به کمک اینترنت با خوندن مقاله های زیاد و دیدن فیلم های آموزشی بسیار زیاد مهارت های تئوری خودتون رو افزایش بدید دقت کنید که من لفظ مهارت تئوری رو استفاده کردم چون که ما هر چقدر فیلم ببینیم هر چقدر مقاله بخونیم فقط و فقط مهارت های تئوری اون افزایش پیدا میکنه برای مهارت های عملی بحث کاملا جدا هست و برای اون باید ساعت ها تمرین انجام بشه خب تا الان در مورد نکته مثبت روش اقتصادی صحبت کردیم حالا اجازه بدین در مورد قسمت منفی کار هم صحبت بکنیم ببینید توی فضای وب اینکه من میگم وب منظورم سایت ایرانی اصلا نیست چون ما توی وب فارسی منابع درست و حسابی برای یادگیری عکاسی یا فیلم برداری و یا حتی کارگردانی نداریم وقتی من در مورد اینترنت صحبت میکنم پس ما به صورت پیش فرز مدل ذهنیمون رو میاریم روی وب خارجی و سایت های خارجی که خب مخصوصا من منظورم سایت های انگلیسی زبان هست چون شاید بگم 99 درصد منابع آموزشی که توی اینترنت برای عکاسی فیلمبرداری و یا کارگردانی وجود داره توی سایت و کانال انگلیسی زبان هست نکته منفیش اینه که وقتی شما بخواید این مطالب رو به صورت رایگان یاد بگیرید هیچ منبع منسجم و منظمی وجود نداره که بتونه به شما این آموزش رو بده بلکه شما ذهنتون رو مثل یک پازل باید تصور بکنید که هر قطعه از علمی که دارید کسب میکنید رو از یک جا میگیرید و بعدا اینا رو باید توی ذهنتون کنار هم بچینید و یک تصویر جامع و کامل رو تصور بکنید پس نکته مثبت و منفی این روش رو کنار هم میذارم نکته مثبت اینه که کاملا اقتصادی هست و شما میتونید بدون هیچ هزینه‌ای فقط هزینه اینترنتتون هست بدون هیچ هزینه‌ای علم عکاسی یا فیلمبرداری خودتون رو بالا ببرید و نکته منفیش هم اینه که ماهها از شما زمان خواهد برد و اینکه هر قسمتی از علم عکاسی خودتون رو باید از یک جای اینترنت پیدا کنید و بعدا توی ذهنتون این رو مرتب بکنید و راه دوم این هست که شما به یک ورکشاپ عکاسی برید یا به یک کلاس عکاسی برید یا حتی استاد خصوصی بگیرید و علم و تجربه مدرس خودتون رو به راحتی از آن خودتون بکنید این کار یک مزیت داره اول اینکه این دو تا مزیت داره اول اینکه هم خیلی سریع هست اینکه شما مجبور نیستید ماها برید خودتون تحقیق بکنید و علم رو یاد بگیرید و دوم اینه که جامع هست و استاد شما که حالا به هر طریقی علم خودش رو یاد گرفته میاد به صورت صاف و پوسکنده اون رو در اختیار شما میذاره و اگه بخوایم یه نکته منفی رو هم براش در نظر بگیریم موضوع هزینه بر بودن این روش هست اما نکته مهم اینه که هزینه ای که شما بابت این کلاس ها پرداخت میکنید بسیار بسیار کمتر از اون هزینه ای هست که بابت تلف شدن وقت خودتون میپردازین پس جنبندی میکنم برای این قسمت قسمت یک که گفتم برای یادگیری هزینه کنید ما دو روش داریم روش اول اینه که خودتون برید تمام مطالبی که به دردتون میخوره رو از توی وب پیدا بکنید که خب این روش هزینه بر هست از نظر زمانی و روش دوم اینه که برید به یک کلاس عکاسی که این روش از نظر پولی برای شما هزینه بر هست اینو دیگه خودتون میتونید انتخاب بکنید اما من توصیه که دارم اینه که حتما به یک کلاس عکاسی برید حتما در یک ورکشاپ هر کسی شرکت بکنید چون وقت شما با ارزش ترین چیزی هست که دارید پس این از نکته اول نکته دوم داشتن استاد یا مشاور ببینید منظور من از داشتن استاد راهنما یعنی کسی که همیشه بتونه شما رو راهنمایی بکنه یعنی کسی که عکسای شما رو با دقت و حوصله تحلیل بکنه نقاط ضعف و قوت کار شما رو بهتون بگه و شما رو راهنمایی بکنه اگه بخوام یه مثال بزنم من همیشه استاد رو به یک کاتالیزور تشبیه میکنم استاد کسی هست که میتونه فرایند یادگیری عکاسی شما رو بارها بارها تسریع بکنه و خب این دقیقا دلیلی هست که من توی ورکشاپ ها و کلاس های خودم به هنرجوهای خودم این رو توصیه کردم که حتما یک استاد راهنما داشته باشن و خیلی خوشحالم از این بابت که تا این لحظه افتخار این رو داشتم که به صدها نفر از دوستان خودم تو این زمینه مشاوره بدم پس حتما حتما برای خودتون یک استاد پیدا بکنید و ازش توی کارهای خودتون مشورت بگیرید. میخوایم در مورد نکته سوم صحبت بکنیم. برای نکته سوم من میخوام این موضوع رو مطرح کنم که سعی کنید دستیار باشید هیچ اشکالی نداره وقتی توی شروع کاری هستید به عنوان دستیار فعالیت کنید شاید در اول کار این حالا شاید دون شما باشه اما وقتی بعد از مدتی توی کارتون حرفه ای شدید من بهتون این رو قول میدم که از کرده خودتون ان راضی خواهید بود و خب دستیار بودن یک مزیت خیلی عالی دیگه هم داره و اون اینه که به عنوان یک دستیار نکاتی رو یاد میگیرین که توی هیچ کلاس و ورکشاپی به شما آموزش داده نمیشه نکاتی که هر عکاس باید با سعی و خطای خیلی زیاد بهشون برسه و شما با دستیار بودن میتونید اونا رو به سادگی یاد بگیرید چند روز پیش یک دوستی با من تماس گرفت و گفتش که میخواد وارد هیته کارگردانی بشه میخواست از من مشاوره بگیره که چجوری بتونه کارگردانی رو یاد بگیره و توی کار خودش پیشرفت بکنه و من یک پیشنهادی بهش دادم گفتم که شما برو و میشه کارگردان ازش بخواه که بتونی توی یکی از پروژه هاش کنارش باشی و فقط همین گفتم حتی اگه شده پولی هم ازش نگیر حتی شده پولی هم پرداخت بکن ولی ازش بخواه که توی اون پروژه کنارش باشی پس تأثیر فوقلاده دستیار بودن رو به هیچ عنوان فراموش نکنید حتما سعی بکنید توی هر حالا هر زمینه‌ای که فعالیت میکنید چه عکاسی فیلمبرداری یا کارگردانی یکی از بزرگهای اون حرفه خودتون رو پیدا بکنید و هر طور که شده دستیارش باشید برای مدتی بهتون قول میدم نکاتی رو یاد میگیرید که توی هیچ کلاسی به شما گفته نخواهد شد و در نهایت موضوع چهارم و آخری موضوعی که توی این اپیزود با هم در موردش بحث خواهیم کرد و خب موضوعات بعدی رو میذاریم توی اپیزود سوم که قسمت دوم این پادکست میشه موضوع چهارم این هست قانون ده هزار ساعت طبق این قانون برای حرفه شدن توی هر کاری به ده هزار ساعت تمرین توی اون حرفه نیاز داریم یه خبر خوب بهتون بدم اینه که توی ایران چون رقابت توی خیلی از زمینه ها معنی نداره و حرفه اونطوری که باید رشد نکردن این قانون ده هزار ساعت تعداد ساعتش خیلی خیلی کمتر هست و شما با صرف وقت خیلی کمتری میتونید یکی از حرفه های حرفه خودتون باشید. حالا این حرفه میتونه عکاسی باشه فیلم برداری باشه موسیقی باشه کارگردانی باشه نقاشی باشه توی ایران چون رقابت مثل خارج از کشور انقدر زیاد نیست و انقدر قوی نیست این قانون دهزار ساعت تعدیل میشه پس این خبر خوش برای ماهایی هست که داریم توی ایران زندگی و کار و فعالیت میکنیم یک نکته ای هست که من راستشو بخواید مطمئن نبودم بخوام توی این پادکست در موردش صحبت بکنم قبل از اینکه بخوام این پادکست رو ضبط بکنم خیلی در موردش فکر کردم که بگم یا نگم ولی الان به نظرم اومد که در موردش صحبت بشه خیلی بهتر هست و اون نکته اینه که بعضی ها هستن یعنی بعضی از همکاران من حالا توی بخش عکاسی منظورم هست که میخوان توی دل شما رو خالی بکنن چند وقت پیش من داشتم به یک پادکست گوش می کردم از پادکست های یکی از همکاران ایرانی خودم که اون دوست من یکی از پربازدیدترین ترین سایت های آموزش عکاسی ایران رو هم داره توی اون پادکست یک نکته ای رو گفت که من حقیقتا قبول ندارم اون نکته رو و اون نکته این هست که ایشون گفتن باید برای تبدیل شدن به یک عکاس حرفه ده سال زمان بذاری ببینید من مخالف این نیستم کسی که ده سال عکاسی میکنه قطعا یک عکاس فوق حرفه محسوب میشه اما سوال مهم اینه که واقعا لازم هست ما ده سال زمان بذاریم تا بتونیم به خودمون بگیم عکاس جواب من منفیه و به نظرم اون دوست من اون همکار من یک جورایی داره توی دل ماها رو خالی میکنه من اسم ایشون رو نمیبرم به خاطر اینکه شاید الان از حرف اون موقعش پشیمون شده باشه اما این نکته ای بود که همیشه میخواستم بگم و البته ته دلمم رضا نبود به این موضوع ولی نیاز دیدم به خاطر اینکه بعضی از دوستان من شاید ته دلشون خالی بشه از این صحبت ها این نکته حتما حتما باید ذکر میشد و من این رو به شما بگم که واقعا هیچ لزومی نداره شما ده سال برای حرفه ای شدن توی عکاسی زمان بذارید ما الان در مورد قانون ده ساعت با هم صحبت کردیم و من حتی گفتم که اندازه اون هم شما لازم نیست زمان بذارید چون ما داریم توی ایران زندگی میکنیم و اینجا قانونهای خودش رو داره پس اگه همچین صحبتهایی با شما شد این رو یقین بدونید که میخوان توی دل شما رو خالی بکنن و هیچ چیزی نباید باعث بشه که اراده شما ذره توی راه یادگیری عکاسی یا هر حرفه دیگه تضعیف بشه خب به پایان این قسمت از سادکست می رسیم ادامه بحث امروز رو توی اپیزود سوم سادکست با هم پی می گیریم فراموش نکنید که سادکست رایگان هست و همیشه هم رایگان خواهد موند فقط و فقط به شرط اینکه حداقل اون رو با یک نفر از دوستاتون به اشتراک بگذارید براتون بهترین ها را آرزو دارم پیروز موفق و یک پله حرفهای تر باشید خدا نگهدار